300 گل سرخ، یک گل نصرانی، ما را ز سر بریده می ترسانی. ما گر ز سر بریده می ترسیدیم، در محفل عاشقان نمی رقصیدیم. صبح دوشنبه 2 اردیبهشت 98، حوالی ساعت 9 به وقت اتاوا، یکی از اعضای خانواده ام که چند روز پیش از آن در پیامی خبر داده بود که موضوع خیلی مهمی را باید با من در میان بگذارد، با من تماس گرفت. ماموران اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران این عضو خانواده ام در ایران را تحت فشار گذاشتند تا من که در کانادا زندگی می کنم از فعالیت های آزادی خواهانه ام علیه رژیم ضد ایرانی و ضد زن آخوندها دست بردارم. آنها از طریق وی به من دستور داده و مرا تهدید کردند که یا دست از تبلیغ علیه رژیم بردارم، در این صورت با من کاری نخواهند داشت، به ایران بازگردم، به ایران بر نگردم و به کارم ادامه بدهم، یا در کانادا بمانم ولی با اطلاعات سپاه همکاری کنم. میبینید چه گزینه های این قاتلین مردم ایران و سوریه برای من که 9981 کیلومتر از ایران دورم جلوی پایم گذاشتند؟ تعجب این است که چگونه این قاتلین که اینک در لیست تروریستی هستند به خود جرأت می دهند از آن طرف دنیا برای من گزینه تعیین کنند. ناگفته نماند که عامل مهم و اصلی این نوع تهدیدات البته حمایت های من از سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران در این سالیان بوده و هست. در فایل صوتی که در همین پست می شنوید، عضو خانواده ام را تحت فشار گذاشتند تا من از این 4 گزینه یکی را انتخاب کنم. به من وقت دادند تا 1-2 هفته فکر کنم و تصمیمی بگیرم که برای کسی مشکلی به وجود نیاید. من به 1-2 هفته وقت نیازی ندارم، و همین الان جواب را حاضر دارم. و اما جواب من، از آنجایی که مواضعی من همیشه روشن و شفاف بوده و هستند، انتخابم را بدین وسیله به آگاهی عموم می رسانم. انتخاب من نرگس قفاری، فعال سیاسی و حقوق زنان، مجری و تهیه کننده رادیو ایراوا، سرنگونی تمامیت رژیم آخوندها و برقراری دموکراسی و آزادی در ایران اسیر است و در این راه همراه با مقاومت ایران از هر امکانی که در دست داشته باشم برای عملی شدن این اهداف استفاده خواهم کرد و تا آنجا که در توان داشته باشم در این راه قدم برخواهم داشت. در همین جا باید بگویم که هر گونه اتفاقی برای خانواده‌ام در ایران بیفتد، تمامیت نظام آخوندها را مسئول آن می‌دانم. به اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران هم باید بگویم که این تهدیدها دیگر اثری ندارند و تنها باعث تشدید فعالیت‌های من علیه تمامیت حکومت آخوندها خواهند شد. عمر حکومت شما رو به پایان است و به زودی در دست عدالت قرار خواهید گرفت. زنده باد آزادی، مرگ بر اصل ولایت فقیه. نرگس غفاری، 4 اردیبهشت 98، 24 آوریل 2019. کلیپ صوتی گفتگوی تلفنی مربوط به پیام تهدیدآمیز اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران که نرگس غفاری آن را در روشنگری شجاعانه خود منتشر کرده بدین قرار است. موضوعاشو میخوام بنویسم دیگه. باشه باشه. بگو. خب ببین، اینا میگن یکی اینکه شما اصلا کلا این کارا دست نداری. خب یعنی کلا تبلیغ علی اینا نکن. خب علی سیستم فلان اینا رو دیگه تبلیغ نکن، هیچ کاری هم نداریم باز. هیچ کاری نکن. خب چون که شما سابقه آنچنانی نداری و قول معروف اوکی. خب کاری نکنیم و قول معروف اونم کاری نداری.
دومی اینه که شما اصلا اگه دلت میخواد برگردی، اگه بخوای برگردی اینجا که میگن آقا ما کمک هم میکنیم و مشکلی نیست، میتونی برگرد. سر میشه میگن که آقا شما میتونی برگردی خب و کارت هم ادامه بدی، حالا به تصمیم خودت دیگه. یعنی بگی نه به همه اینا، بگی نه. و چهارمین حالت هم این که میتونی مثلا اونجا بمونی و اینا همکاری کنی. خب و همکاری چی میخوان؟ بهت گفتن چه همکاری میخوان؟ نه گفتن که ما خودمون باشم وای میشیم دیگه. آها حالا دیگه چی از دست خودتون برمیاد چی به هم میگین اونا رو من ربطی نداره، ولی خب یعنی با من اصلا توش دخیل نیستم. ولی گفت اگه بخوای برگردی ما از طریق تو مثلا کمکش میکنیم که برگرده، اگه دوست داره برگرده. از جواب میخوان من؟ به بخش دادن؟ به صورت نه من جواب میخوان، ولی نه به این صورت. آها صورت نه، یه دو هفته ای قشن وقت بذار خودت ببین به کدوم نتیجه میرسی، چی کار میتونی بکنی. خب از خودت تصمیم بگیر، ببین از این چهار تا راه هر کدوم انتخاب کردی ما بهشون میگیم. خودشون هم میتونن مستقیم از خودت بپرسن همینا رو، اونتا تلاششون اینه که از طرف یه نفری که بالاخره آشنایی میخوان، ببین خیلی هم به من سعی کردم که اطمینان بدن، من تا یه حدی هم باور کردم، خیلی میخوان اطمینان بدن که هیچ مشکلی برای تو پیش نمیاد. میدونی؟ یعنی هیچ مشکلی برای پیش نمیاد و هیچ مشکلی نخواهی داشته. خب نگفتن چرا میخوان با من همکاری کنن مثلا؟ دلیلی که اصلا منو در نظر دارن چیه؟ این شما تو بخش خبری داری کار میکنی بالاخره، خب درسته بخش خبری کار میکنی، حالا اینا حتما مطمئنن فکر میکنن که ارتباطات زیاده دیگه، حالا از اون ارتباطات استفاده کنن. بیا من اینجوری فکر میکنم و چیز تصور منه، اینا اونا هیچ حرف مستقیم نمیزنن در این مورد، فقط اونا این گفتن گفتن آقا یه همچی چیزایی هست، این چهارتا گزینه هم قول معروف روی میزه، حالا خودت شما بگو خودش انتخاب کنه، در صورت انتخاب کنه، چون بالاخره بعد از اون یکی دو هفته چیزا رو خواستی حتی تحلیل کنی، من میدونم تصمیم نتونستی بگیری، دل خواست برگردی، به هر عنوانی به هر سیستمی هر جوری که فکر میکنی، اگه فکر میکنی برای خطری نداره مشکلی نداره میتونی برگردی اونجوری، اگه فکر میکنی نه اصلا همه اینا بار معروف درست نیست و همش بازیه میتونی اصلا کلا قبول نکنی، یعنی که اصلا بمونی اونجا کار نکنی، اصلا مشکلی هم برای کسی پیش نیاد. مشکلی که هی میگی چیه؟ مشکل میگم اون مشکلی که اونا میگن به وجود نمیاد چیه؟ میگم اونا چیزی نگفتن، اصلا مشکلی چیزی نگفتن، من دارم میگم. روشنگری شجاعانه نرگس غفاری درباره ترفند کثیف و ضد انسانی سپاه تروریستی پاسداران و اطلاعات آخوندی نمونه ایست از موارد بسیاری که سپاه و اطلاعات رژیم ضد بشری آخوندی بستگان و اعضای خانواده های مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران را برای وادار کردن آنها به همکاری با دشمن تحت فشار می‌گذارد و مورد تهدید و تطمیع قرار می‌دهد. طبق گزارش‌ها و اسناد کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت و گزارش‌های ضد اطلاعات ارتش آزادی بخش ملی ایران و کتاب‌ها و مقالاتی که در این خصوص منتشر شده، تاکنون حتی یک مورد از خصومت‌های مزدوران ارتجاع تحت پوش خانواده مجاهدین یا اعضای سابق وجود ندارد که سپاه یا اطلاعات دشمن و نیروی تروریستی قدس در پشت آن نباشند. اقدامات و تشبثات رژیم بخشی از جنگ جاری مقاومت با دشمن پلید و البته نشانه درماندگی و حضیض استیصال رژیم و بخشی از طرح و برنامه های شیطانسازی و تروریسم است. بهترین راه مقابله با آن نیز افشای بلادرنگ این ترفندها برای هموطنان و یاران و حامیان مقاومت و همچنین مطلع ساختن گزارشگران و ارگانهای حقوق بشری در سازمان ملل متحد است.